سلام، من مهدی طهانی. دوباره برگشتیم بعد از ظهر روز دوشنبه 22 اردیبهشت سال 99 به خیر باشه. امروز تو تاریخ اینجوریه که 2 تا 9 داریم، ما بقیش 2 هستش که خودش هم در واقع یونیکه. خب تو میخوایم تو این بخش از زنگ پایان امروز، همونطور که ساعت 4 هم به در واقع اطلاع شما رسوندیم، میخوایم در مورد یکی از مهمترین مفاهیم یا در واقع چالش ها، یا بهتره بگم اتفاقات بازار سرمایه به نام هسته معاملات، سیستم معاملات، OMS، کارگزاران، قطعی ها، هنگ ها، زیر ساخت ها صحبت بکنیم. خب از یکی از در واقع افراد کاملا مطلع در این زمینه، جناب آقای مهندس روح الله دهقان، مدیر عامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران دعوت کردیم و ایشون هم دعوت ما رو پذیرفتن که البته خیلی ممنونیم از ایشون که با این مشغله فراوان و جلسات ممتد تونستن در این برنامه بالاخره حاضر بشن. جناب دهقان خیلی خوش اومدید به برنامه ما و بعد از ظهرتون بخیر باشه. خب در ابتدا در مورد جایگاه در واقع شرکت فناوری بورس در بین مدیران سازمان و همچنین تصمیم گیران بازار سرمایه کشورمون برامون توضیح بدید ممنون میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من اول میخوام عذرخواهی کنم از بینندگانی که این در واقع ویدیو رو میبینن، اینکه من با تأخیر رسیدم و به خاطر جلسه‌ای که پیش اومده بود نتونستم به موقع خدمتتون باشم. من اول اجازه میخوام یه معرفی از شرکت مدیریت فناوری بورس بکنم. شاید یه شرکت، یکی از قدیمی ترین شرکت‌های بازار سرمایه است. سال 71 تأسیس میشه، یعنی یک شرکت 28 ساله است به اسم خدمات بورس و قرار بوده که بهره برداری از سامانه الکترونیکی بورس رو بر عهده بگیره. وظیفه‌اش رو تعریف کردن، سامانه معاملات و پس از معاملات. الان که در سال 99 قرار داریم، شرکت مدیریت فناوری بورس به واسطه توسعه‌ای که توی بازار سرمایه اتفاق افتاده، اقبال عمومی که توی بازار وجود داره، بین مردم وجود داره، خب نقش خیلی کلیدی پیدا کرده. به هر حال شرکت مدیریت فناوری بورس بهره بردار اصلی زیرساخت معاملات 3 تا از بورس‌های کشور، بورس تهران، فرابورس ایران و بورس انرژی، جزء شرکت‌هایی هستن که روی پلتفرم معاملاتی ما دارن خدمات ارائه می‌کنن و یک بخشی از معاملات بورس کالا در این پلتفرم انجام میشه و همینطور بهره بردار سامانه پس از معاملات هست، یعنی اون چیزی که به عنوان پس از معاملات شناخته میشه، رجیستری رو در واقع داره نگهداری میکنه. البته خب اون سامانه متعلق به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هست، ولی به خاطر نزدیکی که به سامانه های ما داره، بهره برداریش به عنوان پیمانکار در اختیار شرکت مدیریت فناوری هست. و این شرکت به خاطر همون چیزی که خدمتتون گفتم، اقبال خیلی زیادی که به بازار سرمایه به وجود اومده، رشدی که صورت گرفته، نقش خیلی کلیدی پیدا کرده و زیرساخت‌های اون به شدت مورد توجه قرار گرفته. اینکه از چه زیرساختی داره استفاده می‌کنه، برنامه‌اش برای بهره‌وری بهتر این زیرساخت‌ها چیه، برای توسعه بازار سرمایه چه نقشی می‌تونه ایفا بکنه، خیلی مهم شده و ارکان کلیدی نظام هم حتی نسبت به این موضوع حساس شدن، سعی میکنن که تشریک مسایی بکنن و تو توسعه شرکت بتونن نقش داشته باشن تا ما بتونیم پاسخگوی این اعتمادی که داره ایجاد میشه توی کل کشور به بازار سرمایه، این اعتمادی که داره شکل میگیره، پاسخگو باشیم و بتونیم پاسخ شایسته ای رو بدیم. خب همونطور که فرمودید، خب جمعیتی خیلی زیادی از مردم به سمت بازار سرمایه اومدن و به هر حال دولت و سایر در واقع ارکان هم به سیستم فناوری بورس و اون زیرساخت‌ها دارن اهمیت میدن. در حال حاضر ریسک‌های این سیستم رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خب خودمون داریم می‌بینیم چه اتفاقاتی داره تو طول روز تو سامانه معاملات می‌افته. شما از منظر اینکه کاملاً با این سیستم آشنا هستید و به گونه مدیریت این سیستم رو به عهده دارید، شما چه ریسک‌هایی رو برای اون متصورید؟ قبل از اینکه من ریسک‌ها رو بگم، واقعیتش می‌خوام تو یک شکل شماتیک اول اون چیزی که به عنوان سامانه معاملات شناخته میشه یا هسته معاملاتی، اگر همکارا زحمت بکشن اون تصویر رو نشون بدن، یه
اوورال ویوی از اون چیزی که به عنوان تریدینگ سیستم آرکیتکچر یا معماری سامانه معاملات میتونید ببینید، این چیزی هست که به عنوان سامانه معاملات شناخته میشه و همونطوری که میبینید اجزای مختلفی توی این سامانه فعال هستند که یک ترید انجام بشه، یک معاملهی صورت بگیره و یک سهمی و پولی جابجا بشه. این موضوع رو به عنوان یک شمای کلی از سامانه معاملات داشته باشید تا بریم سراغ این بحث این که این سامانه چه ریسک هایی داره. خب سامانه‌ای که ما در حال بهره برداری ازش هستیم، قسمت معاملاتش متعلق به سال 1387 هست، 86 و 87 به بهره برداری میرسه و سامانه پس از معاملاتش متعلق به سال 73. خب عمر این سامانه عمر خیلی طولانی بوده تا اینجا تونسته به بهره برداری برسه و ما تونستیم ازش بهره برداری بکنیم برای بازار سرمایه. شاید یه چالش، نمیتونم اسمشو ریسک بذارم، اینه که خب با ورود افراد جدید و این رشد نمایی شرکت کنندگان توی بازار سرمایه، اتفاقی میفته اینه که خب هر سیستم آیتی محوری میره تحت فشار قرار میگیره به خاطر تعداد درخواست‌های زیادی که ازش میشه و معمولا توی نرم افزارها ما یک نقاطی داریم که نرم افزار نسبت به اون فشار واکنش نشون میده، واکنش هایی مثل قطعی، مثل کندی، مثل بعضن ممکنه که حتی توقف بشه و این اتفاقات بیفته. اینها ریسک هایی هست که ما مواجه هستیم باهاش با اقبال عمومی که به بازار سرمایه داره شکل میگیره و تعداد افرادی که دارن میان و معاملات انجام میدن داره زیاد میشه، داره رشد میکنه. خب این همونطوری که برای کلیت بازار سرمایه یک فرصت خیلی گرانبها هست، برای سیستم های آیتی هم فرصت خوبیه برای رشد کردن، برای اینکه خودشون اسکیل اپ کنن، بتونن سرویس بهتری رو ارائه بدن. ولی خب این رشد ممکنه که زمان نیاز داشته باشه. واقعا ما حتی در سال گذشته هم خب از ابتدای 98 یا اواخر 97 ما رشد معاملات رو آروم آروم شاهد بودیم. خب این آخر خیلی شیب خیلی تندتر شده، ولی ما تو سال 97 هم کارهای زیادی رو سامانه انجام دادیم که میتونه الان با بورس تهران همین امروز شما اگر نگاه بکنید سایت ما رو، خب بورس تهران نزدیک 1.2 میلیون معامله داشته و فرابورس هم نزدیک 540,000 معامله، بیشتر از 540,000 معامله. سامانه موجود معاملات برای حول و حوش 120,000 معامله در روز طراحی شده و از طرف شرکتی که این رو به الان داره 9 برابر اون طرح 9 برابر ظرفیت اسمیش داره تراکنش انجام میده و ترید انجام میده. خب این واقعا به واسطه اون توسعه هایی بوده که تو سال گذشته روی سامانه انجام شده، وگرنه خیلی زودتر از اینها این سامانه متوقف میشد. ولی رشد بازار سرعتش از اون توسعه هایی که ما داریم روی سامانه انجام میدیم بیشتره، یه واقعیته. یعنی الان همینی که های مهندس داره کار میکنه باید خدا رو شکر کنیم دیگه. واقعیتش اینه که به سختی داریم این رو میرسونیم به این که کار بکنه. ما یه زمانی خب مثلا خب یه شرکت آیتی محور اگر شما در نظر بگیرید که کار اپریشن یه سامانه رو داره انجام میده، همه فکر میکنن که اینا خب 8 صبح میان 12:30 من معاملات تمومه دیگه، فوقش ساعت 2 تعطیل میکنن در میبندن میرن خونهشون تا فردا صبح ساعت 8. واقعیت اینجوری نیست. واقعیت اینه که تو مدیریت فناوری همکارای من 24 ساعته دارن کار میکنن. شروع سامانه معاملات از هلوش 6 صبحه، اصلا 8 نیست. ما 6 صبح باید سامانه رو بیاریم بالا آماده بکنیم برای اینکه مطمئن بشیم این سامانه سرویس خواهد داد. پیام های معاملاتی و پیام شروع بازار رو به همه ذینفعان ارسال بکنیم، گروه های معاملاتی رو آماده کنیم، وضعیتشون رو استیبل کنیم که این برای ساعت 8:30 که میخواد سفارش گیری کنه آماده باشه. اوج کار ما از هولوش 8:30 شروع میشه تا هولوش 12:30 که بازار بسته میشه. الان هم که خب یه سری نمادهای ارز اولیه بعد از 12:30 دارن معامله میشن، یعنی تا هولوش 2:30 ما معاملات رو داریم و بعد از ساعت 2:30 راند دوم کار ما شروع میشه که این معاملات تبدیل بشن
حالا نظارت روشون انجام بشه و بعد هم تبدیل بشن به معاملات تایید شده. معاملات تایید شده به این مفهوم که برن در سیستم پس از معاملات اون جابجایی سهم انجام بشه و فایل های جابجایی پول هم آماده بشه. خب اون سیستم خدمتتون عرض کردم، اون سیستم مال سال 73، شاید خیلی از افراد باهاش درگیر نباشن ولی واقعا ما داریم لمسش میکنیم. سرعت به اندازه سرعت سامانه معاملات نیست. سامانه پس از معاملات، معاملاتی که توی بازه زمانی ساعت 9 تا 12 و نیم داره انجام میشه، تبدیل کردنش به سهم، در واقع معاملات قابل تایید اگه اسمش رو بذاریم، بالغ بر 12 ساعت زمان میبره. اصلا زمان کوتاهی نیست تا این آماده بشه. ما هول و هوش با این وضعیت بازار تقریبا از اوایل فروردین که این حجم از معاملات داره انجام میشه، هول و هوش ساعت 2:30 یا 3 صبح تقریبا فایلای پس از معاملات آماده میشه، انتقال پیدا میکنه به فایلای معاملاتی. سیستم معاملات میره فرایند پوستشنش رو انجام میده و آماده میشه که روز بعد ساعت 6 صبح دوباره استارت کار رو بزنه. تقریبا میتونم خدمتتون عرض کنم که ما 24 ساعته داریم کار میکنیم با موضوع سلامت بشه، با موضوع بحث ارز اولیه هایی هم که چهارشنبه داره انجام میشه. عملا پنجشنبه جمعه ای هم نداریم، چون خیلی هم میگن خب پنجشنبه جمعه بازار تعطیله و میتونین در واقع خب یه استراحتی هست، ولی واقعا اینجوری نیست. چون ما وقتی ارز اولیه داریم تعداد این معاملات دو برابر میشه. ما آخرین ارز اولیه نزدیک 2,300,000 نفر سهم بهشون تعلق گرفت. این رو اضافه کنید به هولوش 2,000,000 معاملاتی که در طول روز انجام میشه، خب این زمانها رو به صورت نمایی افزایش میده و ما مجبوریم سامانه ها رو آماده کنیم که شنبه بتونیم سرویس بدیم. واقعا این افزایش حجم یه جورایی برای ما ریسک داره، ولی امیدواریم با تلاشی که داریم انجام میدیم این ریسک تبدیل بشه واقعا به یک فرصت استثنایی برای رشد بازار سرمایه، بتونه باعث رشد بازار سرمایه بشه و عموم مردم وارد این بازار بشن برای سرویس گرفتن، برای اینکه جای امنی برای سرمایه هاشون هست، برای رشد سرمایه شون. تمام اینها میتونه فرصت خیلی خوبی باشه، ولی خب ما باید بتونیم روی سامانه معاملات سرویس خیلی خوبی رو ارائه بدیم. آقای دکتر، آقای مهندسین که میگن که این فرایندهای صف نشینی فشار روی سامانه معاملات وارد میکنه، این واقعا درسته؟ این درسته، بله. واقعا وقتی شما در یک سمت، سمت خرید یا سمت فروش، تعداد تقاضای زیادی داری که طرف مقابل سفارش وجود نداره، شما مثلا میخواید سهمی بخرید عرضه کننده وجود نداره، یا میخواید سهمی رو بفروشید خریداری وجود نداره، این بدترین نوع اتفاقی که برای سامانه معاملات میتونه بیفته و فشار خیلی زیادی رو به سمت سامانه معاملات وارد میکنه برای اینکه بتونه این صفها رو هندل بکنه و عملا هم تریدی انجام نمیشه. وقتی که معاملات به صورت روان در حال انجام هست، خب سفارش از دو طرف میاد، طبق اون الگوریتمی که وجود داره با هم دیگه سفارش ها مچ میشن، تبدیل به معامله میشن و از سیستم خارج میشن. ولی وقتی شما پدیده صف رو دارید، قاعدتا این صف داره عمقش بیشتر میشه، تعداد افراد بیشتر میشه و سامانه باید این صف رو در طول زمان با خودش حمل بکنه که خیلی واقعا کار سنگینیه. بله واقعا. خب شما فرمودید که ما سامانه معاملاتمون دو تکه هستش، یکی برای دهه 70 و یکیش هم برای دهه 80 سال 87. یه سوال پیش میاد، چرا همون موقع که سال 87 رو از شرکت اتوس خریداری کردن، شرکت فرانسوی، چرا پکیج رو نخریدن و الان قرارداد با شرکت اتوس بشه؟ ترتیب پشتیبانی رو داره همون اون انجام میده، یا اینکه نه پشتیبانیش هم داره توسط نیروهای داخلی، که البته شما فرمودید که خود شما دارید یک سری بهینه‌سازی رو روش انجام میدید، الان به چه ترتیبی خواهد بود؟ تو آینده آیا نیروهای داخلی ما توان این رو دارن که این سامانه رو کلن، چون با این جمعیتی که داره میاد به نظر من خیلی نمیشه وصل و پینه ای با این سیستم برخورد کرد، مخصوصا سهام عدالت هم در راه هستش، فکر میکنید آینده به چه ترتیب باشه؟ من یه تاریخچه‌ای رو خدمتتون عرض کنم. اون سوالی که فرمودید چرا این اتفاق نیافتاده، سال 87 قصد سازمان و قصد بازار سرمایه خرید یک سیستم یک پارچه بود. مذاکرات هم انجام شده، قرارداد هم به عنوان یک سیستم یک پارچه بسته میشه که ترید و پست ترید با هم دیگه تغییر بکنه. ولی خب همونطوری که میدونید ما تقریبا از سال
87 دیگه 86 87 دور اول تحریم هایی که ایران داشت شروع شد و این باعث شد که طرف فرانسوی در حین انجام قرارداد از قرارداد خارج بشه به خاطر ورود به حوزه تحریم ها، سیستم ترید رو تحویل بده، ولی سیستم پست ترید رو با اون اتفاقاتی افتاد و بحث تحریم ها تحویل ایران نشد، یعنی چون بحث زمانبری بود و طرف فرانسوی ایران رو ترک میکنه، قرارداد پشتیبانی هم اون زمان بسته نمیشه به خاطر همین موضوع تحریم ها و سامان تحویل شرکت مدیریت فناوری میشه، بهره برداریش صورت میگیره. سال 95 و 96 با توجه به گشایشی که به واسطه برجام توی فضای بین المللی اتفاق افتاده بود، طرف فرانسوی با تلاش های معاون اجرایی سازمان بورس، انتیتی های دیگه که در غیر قضیه بودن، شرکت مدیریت فناوری، طرف فرانسوی حاضر میشه که آخرین به روز رسانی سامانه سال 87 یا سال 2004 رو، این سامانه مال سال 2004 نسخه قدیمیش بود، به ایران تحویل بده و به روز رسانی رو انجام بده برای افزایش ظرفیت. اتفاق خوبی که تو به روز رسانی میفته اینه که طرف فرانسوی بر اساس مذاکرات صورت گرفته حاضر میشه که سورس کد سامانه رو به ایران تحویل بده. قرارم بر این بود که بعد از به روز رسانی سامانه قرارداد پشتیبانی بسته بشه که میرسه تقریبا به اواخر سال 96 و دور جدید تحریم ها از اوایل 97 شروع شد. حالا زمزمه های تحریم ها بود و بعدم دیگه از اواسط 97 ما واقعا تحریم ها رو خیلی به صورت جدی داشتیم و به خاطر همین قضیه هم موفق نشدیم اون قرارداد پشتیبانی رو با طرف فرانسوی منعقد کنیم، ولی سورس کدی که تحویل شرکت مدیریت فناوری شد باعث شد و اون دانشی که منتقل شد، چون ما یه سری کورس هایی رو هم بابت آموزش سورس کد دریافت کرده بودیم، باعث شد که بتونیم روی این کد مسلط باشیم و جاهایی که لازمه تغییرات بدیم، تغییرات کوچیکی هم نبود. خب از اوایل سال 98 یعنی تقریبا از اسفند 97 و اوایل 98 خب اون باگ معروف سامانه معاملات حل شد، واقعا خودمون تونستیم حلش کنیم، همکارای من تو شرکت مدیریت فناوری حلش کردن. افزایش ظرفیت هایی که توی سیستم اتفاق افتاد به واسطه همین توسعه هایی بود که توی این یک سال گذشته به واسطه دسترسی به سورس کد وجود داشت. برای اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته، ما باید برنامه های شرکتمون توی بازه های روی چند بازه رو خدمتتون بگم. اولین برنامه همون برنامه های کوتاه مدتمونه که با همین وضعیت با نیروی انسانی متخصص که داریم و داریم جذب میکنیم، واقعا ما داریم تلاش خیلی زیادی میکنیم که نخبه های حوزه فناوری کشور رو جذب بکنیم، به کار بگیریم و بتونیم، چون این واقعا یه وظیفه ملیه، صرفا شاید شرکت مدیریت فناوری دیگه خیلی مطرح نیست، واقعا یه وظیفه ملیه، این نخبه ها رو بتونیم جذب بکنیم تو حوزه بهبود و بهینه‌سازی سامانه معاملاتی موجود اقدام بکنیم. این به عنوان یه راهکار کوتاه مدته که ما این کار رو باید انجام بدیم. توی راهکار میان مدتمون بحثمون این است که با مذاکرات بین المللی بتونیم یک سامانه معاملاتی جدید رو خریداری بکنیم و اون رو بیاریم و داخل ایران پیاده سازی انجام بدیم که خب ظرفیت هاش یه مقداری با ظرفیت های رو به رشد بازار سرمایه همخونی داشته باشه. برنامه بلند مدتمون هم تولید سامانه هست. به هر حال این تخصص و تخصص آیتی تو کشور وجود داره، ولی یه برنامه زمانبره که این متخصصان آیتی بتونن روی حوزه بیزینس بورس مسلط بشن و اون مفهومی به اسم سامانه معاملاتی رو تولید کنن. سامانه معاملاتی همون جوری که توی عکس دیدید ماژول های متنوعی داره، صرفا یک مچینگ انجین نیست که بتونه دوتا سفارش رو در واقع هندل بکنه و به هم برسونه، واقعا ماژول های مختلفی داره. به نظر میاد که یه بازی طولانی مدت رو، یعنی برنامه طولانی مدت رو ما پیش رو داریم. کار رو تقریبا از پارسال شروع کردیم با همکاری یک دانشگاه معتبر، هم این کار رو داریم انجام میدیم، متخصصین رو داریم میاریم، شرکت مشترکی رو ثبت کردیم و از بقیه متخصصان هم داریم سعی میکنیم که جذب کنیم بیان با حوزه ادبیات فناوری بورس آشنا بشن و توی تولید سامانه به ما کمک کنن. این اون پلنی هست که شاید خیلی به صورت خلاصه من بتونم خدمتتون بگم که ما میخوایم توی مدیریت فناوری برای این حل این مشکلاتمون چه کاری انجام بدیم. آقای مهندس، تو اکثر بورس های دنیا مالکیت، راهبری و نگهداری سامانه معاملات در اختیار خود اون بورس مربوطه هستش، یا حتی بعضی موقع بروکر بیس هم میشه.
توی ایران این گونه نیست، با توجه به اینکه حالا ما توی ایران خیلی به انحصار انگاری علاقه بیشتری وجود داره و خود این انحصار خلاقیت رو از بین میبره و باعث طولانی شدن تصمیمات میشه. حالا تا اونجایی که من میدونم سال 87 هم یک مقدار طولانی شدن تصمیمات باعث شد که ما نتونستیم سیستم جامع رو دریافت بکنیم و اون فرصت تاریخی رو از دست دادیم. فکر نمی کنید که جایگاه سیست در واقع میشه گفت این سامانه معاملات در وهله اول در اختیار خود بورس های اجرایی قرار بگیره و سازمان بورس صرفا بخش نظارت رو به عهده داشته باشه تا اینکه خودش قیم معابانه به این موضوع وارد بشه؟ یه اتفاق خوبی که داره میفته حالا تو تایید فرمایش شما، بله تو اغلب بورس های دنیا پلتفرم معاملاتی متعلق به بورس ها هست، در واقع در اختیار نهاد ناظر نیست. به هر حال به دلایلی که اون موقع مسلماً دلایل موجهی بوده در اون زمان تصمیم گرفته شده که نهاد ناظر وارد این حوزه بشه. شاید خیلی توانایی توی بورس ها وجود نداشته، شاید فاکتورهای مختلفی، نمیتونیم واقعا اون تصمیم رو در اون زمان زیر سوال ببریم. مسلماً مدیران اون موقع بر اساس شرایط اون زمان سعی کردن بهترین تصمیم رو بگیرن، ما هم در اون شرایط الان نیستیم که بخوایم اونها رو قضاوت بکنیم. ولی با رشدی که شرکت‌های بورس کردن و خصوصاً بعد از حضور آقای دکتر قالیباف توی سازمان بورس، دقیقاً این نگرش داره پیاده میشه. اولین گامی که برداشته شد این بود که هیئت، من یه چیز رو تو پرانتز توضیح بدم، حرف شما کاملاً درسته، شرکت مدیریت فناوری از نظر مالکیت تقریباً 100% مال سازمان بورسه تو سهام داری. اتفاقی که افتاد این هست که تو وهله اول دو تا مدیرعامل بورس تهران و فرابورس ایران عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری شدند. اتفاقا همین ما هفته گذشته مجمع شرکت بود و این هفته هم در واقع نامه های تاییدشون به دستمون رسید که آقای هامونی و آقای صحرایی عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس خواهند بود. در نتیجه در چارچوب های تصمیم گیری و اون تصمیم گیری کلان شرکت واقعا سهیم میشن. این اولین نقش بورس هاست که اینجا پیاده سازی میشه. تو وهله دوم هم سازمان بورس به جدیت داره موضوع واگذاری شرکت مدیریت فناوری به بورس ها رو پیگیری میکنه. حالا یه سری چالش های وجود داره، به هر حال مدل های قیمت گذاری، نحوه تسهیم سهام، تمام اینها خب مطرح هست، چون به هر حال شرکت مدیریت فناوری همونجور که گفتم یه شرکت یونیکه توی بازار سرمایه، ولی واقعا روی این موضوع کاملا مصر و جدی هستند که سازمان بورس روی این موضوع مصره که شرکت مدیریت فناوری رو به بورس ها واگذار کنه، سهامش رو به اونها واگذار بکنه و خودش نقش نظارتی رو داشته باشه، به عنوان نهاد ناظر بتونه پلتفرم معاملاتی رو نظارت بکنه. در حال حاضر بحث این است که با توجه به تخصصی که تو شرکت مدیریت فناوری وجود داره، بورس ها سیاست گذاری کنن و حوزه اجرا در اختیار شرکت مدیریت فناوری به عنوان شرکتی که متعلق به بورس ها هست انجام بشه. ولی خب شاید در آینده این خودش زمینه ساز این مورد بشه که هم شرکت مدیریت فناوری هم بورس ها تو این حوزه رشد بیشتری پیدا بکنن و بتونن خدمات بهتری رو تو اون فضای رقابتی شروع کنن به شکل دادن. پس این برنامه ای هستش که ما شما دنبالش هستید که یعنی سازمان بورس دنبالش هستش که اتفاق بیفته. بله من فکر میکنم خیلی زودم میگم بحث هیئت مدیره شون که خب اتفاق افتاده، بورس ها هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری هستن، چون تا قبل از این خب مدیران سازمان عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بودن، خب کاملا اون کنترل اتفاق می افتاد و از این به بعد توی بازه زمانی شاید تا پایان سال تا 6 ماه دیگه هم مسلما شرکت مدیریت فناوری با اون ساختارش منتقل میشه به بورس ها و واگذار میشه، سهامش به بورس ها واگذار میشه. خب خیلی اتفاق مبارکی هم ازش. حالا اگر سهامی عامش هم بکنه 10% هم بیرون بدید، ما بقیش هم منتقل بشه که خیلی شاید بهتر. حالا شاید من نباید اینو بگم، ولی واقعیتش آی پی او کردن مدیریت فناوری یکی از مدل های ما برای انتقال سهام هم هست. چون ببینید قیمتی که توی تابلو کشف میشه هیچ بحث و موضوع دیگه ای نداره. شرکت مدیریت فناوری هم از نظر مالی، استراکچر، دارایی های یه شرکت کاملا شفافه. ما خیلی از معضلات شرکت هایی که میخوان وارد بورس بشن رو نداره و یکی از طرح اینه که اصلا مدیریت فناوری آی پی او بشه، 10% 20% در اختیار عموم مردم قرار بگیره
الباقی سهام به صورت کنترلی در اختیار بورس ها باشه که اونا در واقع سیتای هیئت مدیره رو کنترل کنم و عملکرد شرکت رو کنترل کنم. خب خیلی خوب. خب آقای مهندس، الان تو بازار سرمایه وقتی سیستم معاملات خراب میشه، مردم اول کارگزارا رو میبینن، کارگزارا بعد OMS، در واقع شرکت‌های OMS رو میبینن و شرکت‌های OMS هم نگاه دارن به شرکت، یعنی نگاه میکنن به شرکت فناوری بورس. استراتژی شما در برخورد با شرکت‌های OMS به چه ترتیب خواهد بود؟ همونطوری که گفتید، وقتی اتفاقی توی بازار، هر مدل خرابی که توی بازار یا حالا عدم دریافت سفارش، عدم معاملات، عدم انجام معاملات اتفاق میفته، خب این یه چرخه است، صرفا هسته معاملات شرکت مدیریت فناوری نیست. زیر ساخت آنلاین کارگزاری ها که دارن شرکت های OMS سرویسش رو میدن هم ممکنه دچار اختلال بشه، خود کارگزاری ها ممکنه دچار اختلال بشن و در نهایت هم این اختلال ممکنه توی هسته معاملات اتفاق بیفته. چقدر وزنش سمت شماست؟ چقدرش سمت در تجربه شما چی میگه؟ سمت OMS کاراست و چقدرش دست کارگزاراست؟ ببینید، کارگزارها که خب شرکت های کارفرمای شرکت های OMS هستن، OMS ها پیمانکارشون هستن، سرویس رو شرکت های OMS دارن ارائه میدن تو این حوزه، زیرساخت هم دست اونهاست، مدل هم مدل سافتور از سرویس به خاطر اینکه تمام پلتفرم در اختیار شرکت های OMS. ولی اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم، کیس بای کیس خیلی متفاوت میشه. تنها فاکتوری که میتونیم براش بذاریم اینه که حتی اگر مردم خودشون هم بخوان قضاوتی در این حوزه داشته باشن، اینه که اگر شرکت مدیریت فناوری بورس و پلتفرم معاملات دچار مشکل بشه، این مشکل عمومیه، یعنی هیچ کسی نمیتونه معامله کنه، چون ما هسته معاملات که چند تا نداریم، که یه دونه برای بورس داریم، یه دونه برای فرا بورس، همین دوتا در واقع وجود دارن. این باعث میشه که اگر بورس یا فرا بورس هر کدومشون به صورت مجزا دچار مشکل بشن، کل معاملات متوقف میشه و دچار اختلال میشه. ولی اگر مشاهده کنن که یه کارگزاری مشکل داره، یه شرکت نرم افزاری که مثلا به 10 تا کارگزاری داره سرویس میده مشکل داره، خب مشکل واقعا سمت شرکت های نرم افزاریه. خب اونها هم سامانه هاشون تحت فشاره. شما روزی 150 هزار نفر 200 هزار نفر دارن به صورت مستقیم وارد بازار میشن، میان کد میگیرن، آنلاین تریدینگ میگیرن و اینا قراره برن سفارش بزنن. خب این تعداد تو هر سامانه‌ای که وارد بشن باعث کندی سامانه میشن و باید متناسب با اون زیرساخت‌ها رشد بکنه. رشد زیرساخت‌ها هم کار یک شبه‌ای نیست، باید حتما پیشبینی بکنی، توی بازه زمانی اجراش بکنی، خرید تجهیزات، تغییر معماری نرم افزار، همه اینها کارهای زمانبری هست و شرکت‌های OMS هم خب تمام تلاششون میکنن که سرویس بدن، چون واقعا شرکت‌های پیمانکارن و مدل بیزینسیشون وصله به کارگزاری ها و اگر خطای اتفاق بیفته، خب قاعدتا شرکت کارگزاری میتونن از اونها درخواست خسارت بکنن، چون بعضیشون SLA دارن و میتونن این خسارت رو پرداخت بکنن. تو این حوزه فعال هستن. شما بابت خدمات و دسترسی هایی که به شرکت های OMS میدید باهاشون قرارداد SLA دارید؟ یعنی اگر اتفاقی بیفته شما خسارتی به اونا پرداخت میکنید؟ ما خدمات در واقع قرارداد SLA نداریم. در نهایت اگر اتفاقی بیفته، مثل اتفاقی که 25 اسفند ماه برای پلتفرم معاملاتی فرابورس افتاد، همونجور که بهتون گفتم کلن معاملات متوقف شد، یعنی ما سفارش نمی گرفتیم، خسارت هایی که به مشتریان وارد میشه از طرف کارگزاری ها به ما اعلام شد و اون کسانی که در واقع خسارت خورده بودن بابت اون مشکل، ما بررسی کردیم و خسارت ها رو پرداخت کردیم، با وجود این که طبق اون بیانیه ریسکی که وجود داره، یعنی شرکت فناوری بورس پرداخت کرد. بله، شرکت فناوری بورس خسارت رو به شرکت های به در واقع مشتریان کارگزاری ها پرداخت کرد، به حساب کارگزاری ها واریز شد که اونها هم به مشتریانشون خسارت رو پرداخت کنن. گرچه تو اون بیانیه ریسکی که افراد برای ورود به حوزه آنلاین تریدینگ دارن امضا میکنن، حالا شاید خیلی ها نمیخونن اون رو، همون اکسپت رو میزنن و میپذیرن، توی اون در واقع بیانیه ریسکی که از مطالبی که وجود داره اینه که ریسک کار کردن با سامانه های آیتی رو میپذیریم. ممکنه این سامانه به هر دلیلی قادر به سرویس دهی نباشه، ولی خب میپذیریم که این ریسک وجود داره و با علم به این ریسک داریم وارد بازار میشیم.
خب با توجه به مختصات فعلی بازار سرمایه که هجوم زیاد مردم رو داریم و صحبت هم شد که سهام عدالت هم داره میاد، شما ریسک های آتی سامانه معاملات رو چی میدونید و آیا برای روزهای آینده برای این هجوم گسترده و این صفنشینی های عجیب و غریب که تو تاریخ 54 ساله بازار سرمایه ما بی سابقه بوده آمادگی دارید؟ ریسک سامانه معاملات و خصوصا سامانه پس از معاملات برای ورود این تعداد افراد واقعا همون بحث تنوع زیاد و تعداد زیاده، شاید به هر حال یه جوری به عنوان یک تهدید شناسایی بشه، ولی ما داریم تمام تلاشمون میکنیم که نه تنها این تهدید ولی کلن این رو به یک فرصت تبدیل کنیم، چون واقعا این اقبال عمومی به بازار سرمایه میتونه راهگشا باشه برای بازار سرمایه در مردمی شدن. این ریسک رو داریم در حال حاضر، ممکنه که به واسطه ورود این تعداد از افراد مشکلاتی برای سامانه ایجاد بشه، ولی با فشار خیلی زیادی داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که زیرساخت هامون رو به نحوی آماده بکنیم که پذیرای این افراد باشیم، بهشون خوش آمد بگیم و بتونیم از حضور این افراد حد اکثر بهره برداری برای مردمی شدن بورس رو انجام بدیم. ولی خب در حال حاضر اگه بخوایم بگیم دقیقاً با این تعداد افراد همین الان اگر وارد سامانه بشن، خب کاملا درسته ما مشکل داریم با سامانه واقعا و کشش این همچین ورودی رو نداره. راهکار مختلفی هم از راهکار بیزینسی، نحوه ورود، نحوه اگر افراد تصمیم گرفتن به هر دلیلی، من فکر نمی کنم البته افراد اهل فروش سهام باشن واقعیتش، چون واقعا این سهام شرکت های ارزنده بورسی هست. سهام عدالت رو می فهمید؟ بله سهام عدالت خب درصدی از سهام شرکت های خیلی خوب بازار سرمایه است، سهام معمولی نیست. خیلی از این افراد شاید به عنوان یک پسنداز بهش نگاه بکنن، بخوان نگه دارن این سهم رو نزد خودشون، چون بازار سرمایه هم رو به رشته، هر روزی که این سهم رو نگهداری در روز بعد خب قیمتش افزایش پیدا میکنه، به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه بکنن. ولی به هر دلیلی اگر یک شخصی به این نتیجه برسه که میخواد سهمش رو به فروش برسونه و از اون آیدیش استفاده بکنه، خب ما راهکارهایی هم از لحاظ بیزینسی هم از لحاظ آیتی داریم پیاده میکنیم که بتونیم پاسخگوی این موضوع باشیم انشاءالله. و حالا من سوال آخر هم میپرسم، بعدش هم اگر شما فرمایشی هم داشتید بازم در خبرتون هستیم. یکی از مشکلاتی که الان تو بازار سرمایه هستش، خب همه به سایت TSE/TMC نگاه میکنن، اون رنکینگ الکساش هم بسیار پایین اومده. بله یعنی بالایه، ولی خب تو شماره دیگه تک رقمی شده. بله این نشون میده که خیلی ها دارن بهش نگاه میندازن و بعضی موقع ها این سایت تاخیر داره در ارائه در واقع اطلاعات خودش. آیا این به هسته معاملات مربوط میشه یا نه؟ یک. دومی که ما شرکت های پردازش اطلاعات مالی رو ایجاد کردیم که یک سری اطلاعات رو سرمایه گذاران برن از سایت های اونها ببینن، ولی دوباره داریم اطلاعات کامل رو روی سایت TSE/TMC ارائه میدیم. این به چه ترتیبی؟ ارزیابی شما در این رابطه چیه؟ سایت اول من در مورد سامانه معاملات بگم. سامانه معاملات معاملاتی که انجام میشه از طریق یک پروتکل خاص منتشر میکنه، یعنی این اطلاعات رو در اختیار تمام کسانی که دارن ازش اطلاعات میگیرن، شرکت های OMSC، کارگزاری ها، شرکت های پردازش اطلاعات مالی، سایت TSE/TMC قرار میده از طریق یک کانال مشترک، یعنی هیچ اولویت بندی بین اینا نیست، همه اینا دارن اطلاعات میگیرن. اقبال از قدیم، خب سایت TSE/TMC به عنوان سایت مرجع تو بازار سرمایه مطرح بوده، این تأخیرهایی که بعضا توش ایجاد میشد هم دلیل عمدهش همین افزایش تعداد معاملات بود، چون این تعداد معاملات وقتی افزایش پیدا میکنه باید اینا پردازش بشن. خب هر سیستمی میخواد اینا رو پردازش بکنه به یه زمانی نیاز داره و ممکنه دچار تأخیر بشه. خب در سال گذشته و سال جاری ما توسعه های خیلی زیادی چه از نظر زیرساخت چه از نظر برنامه نویسی روی سایت TSE/TMC ایجاد کردیم. تعداد دیتا سنترهایی که دارن این سامانه رو سرویس میدن زیاد شد، روی معماری نرم افزارش تغییر ایجاد شد تا بتونه تأخیری نداشته باشه. در حال حاضر هم فکر میکنم تأخیر در حد چند ثانیه داشته باشه، در حد مثلا شاید 2-3 ثانیه این سایت تأخیر داشته باشه و اطلاعات رو در حد 2-3 ثانیه بعد به روز بکنه، اونم به خاطر مدل معماریش هست.
و خیلی ارتباط با سامانه معاملات پیدا نمی‌کنه، چون سامانه معاملات معامله‌ای که انجام میشه قیمت پایینی رو حساب میکنه، منتشر میکنه، همه میتونن از این استفاده بکنن. تو حوزه شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی کاری که ما کردیم این بود که سعی کنیم یک بازار رقابتی ایجاد کنیم، نیاییم یک سری اطلاعات رو در انحصار سایت TSTMC قرار بدیم و بگیم شما از طریق سایت TSTMC فقط میتونید این اطلاعات رو بگیرید. الان تمام اطلاعاتی که در اختیار سایت TSTMC وجود داره، چه از طریق پیام‌های معاملاتی که یک سری از پردازش اطلاعات مالی دارن از ما پیام‌های معاملاتی رو میگیرن، یعنی به لحظه‌ن، چه از طریق وب سرویس‌های سایت مدیریت فناوری در اختیار شرکت پردازش اطلاعات مالی قرار داره. یعنی فضا کاملا فضای رقابتیه. ولی خب به خاطر حالا برند TSTMC، به خاطر اینکه از قدیم همه بهش عادت کردن، من قبول دارم مراجعات سایت ما خیلی زیاده. ما از ابتدای سال 98 رتبه الکسامون توی ایران 38 بود، الان رتبمون 7ه. این رشد توی در واقع رتبه الکسا نشون میده که مراجعات خیلی زیادی به این سایت داره انجام میشه. ما هم بعدمون نمیاد بار رو تقسیم بکنیم با شرکت پردازش اطلاعات مالی، ولی خب خیلی هم نمیشه رو سلیقه مردم اعمال نفوذ کرد که بگیم نه شما حتما باید دایرکت بشید به سمت شرکت پردازش اطلاعات مالی. کاری که تا الان تونستیم انجام بدیم اینه که واقعا فضا رو رقابتی بکنیم، هیچ انحصاری برای سایت TSTMC فراهم نکنیم که بگیم شما یک دیتا، چون قبلا واقعا اینجوری بود، یه سری دیتا مختص سایت بود، هیچ جای دیگه ای هم عرضه نمیشد. ولی واقعا هم از طریق کانال پیام‌های معاملاتی، هم از طریق وب سرویس‌های شرکت مدیریت فناوری و هر کسی هم که تقاضا داشته باشه، خصوصا شرکت پردازش اطلاعات مالی که حتی طبق دستورالعمل جدید سازمان این اطلاعات رو با تخفیف دریافت میکنن، هم ما این اطلاعات رو داریم به لحظه در اختیارشون میذاریم. امیدوارم که اونها هم فوکوس بیشتری بکنن، سرمایه گذاری بیشتری تو این حوزه بکنن و سایت هاشون رو رشد بدن که واقعا به عنوان یک رقیب بیاد و کنار TSTMC قرار بگیره، ما بارمون رو بتونیم توضیح کنیم. تا اون زمان که این اتفاق میفته نمیتونیم سایت TSTMC رو دان کنیم، چون واقعا منبع اطلاع رسانی هست و عموم مردم بهش مراجعه میکنن. آروم آروم سعی داریم که فضای رقابتی شکل بگیره. مسلما تو این فضای رقابتی سایت TSTMC هم رشد خواهد کرد، یعنی خودش رو به عنوان یک موجودیت منحصر به فرد نمیشناسه و سعی میکنه خودش رو بهینه کنه، از تکنولوژی جدید استفاده کنه و بهینه سازی های مورد نیاز خودش رو انجام بده. امیدواریم که این اتفاق بیفته و سایت TSTMC هم و سایت پردازش اطلاعات مالی بیان کنار هم قرار بگیرن، چون همین الان هم فاصله مون زیاد نیست. شما الان سایت یکی از کارگزاری مطرح بازار رو اگر نگاه بکنید، بله، رتبه الکساش 10ه، سایت اون یکی کارگزاری مطرح 13ه. بله. یعنی این نشون میده که فضا کاملا رقابتیه، یعنی ما هیچ چیز انحصاری رو برای خودمون نگه نداشتیم، چون واقعا اگر انحصاری بود سایت کارگزاری که دارن اونها هم مثل ما اطلاع رسانی انجام میدن و برای ترید اقدام میکنن، باید فاصله شون واقعا با ما معنادار میشد. ولی واقعا اینجوری نیست، مثلا 7 و 10 و 13 خیلی تفاوت آنچنانی با هم دیگه نمیکنه. آقای مهندس، من سوالات هم تموم شده، شما به عنوان فرمایش آخرتون اگر میخواید صحبتی داشته باشید با سرمایه گذاران، با مسئولان اقتصادی کشور ما یا در واقع دوستان شما خودتون تو سازمان بورس، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. من هم خیلی نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم، فقط چند تا نکته رو میخوام اشاره بکنم. این که واقعا شرکت مدیریت فناوری و پرسنلش دارن تمام تلاششون رو میکنن که سامانه معاملات و پس از معاملات رو سرپا نگه دارن و این سامانه سرویس بده. محدودیت هایی داریم، من مجدد باز هم عذرخواهی میکنم بابت کاستی هایی که ممکنه توی سیستم ها به وجود بیاد و افرادی رو درگیر بکنه. مطمئن باشم ما تمام تلاشمون رو میکنیم که این اتفاقات نیفته، ولی واقعا اگر زمانی اتفاق میفته از چارچوب در واقع توانایی ما شاید خارج بوده و مسلما این اتفاقات تکرار نمیشه، چون ما داریم بهبود روزمره سریع میدیم. ما تو حوزه منابع انسانی متخصص واقعا نیازمند کمک نخبه های این حوزه هستیم. اگر دوستان حالا لینکدین شرکت مدیریت فناوری و حالا سایت هایی مثل سایت های کاریابی حوزه IT رو اگر سرچ بکنن، با عبارت TSTMC اگر سرچ بکنن، خب آگهی های شغلی ما رو میبینن.
ما خیلی مشتاقیم که تو این حوزه از پرسنل نخبه استفاده بکنیم، بتونیم به ما کمک کنن این دانش رو بهشون آموزش بدیم و بتونن از این دانش استفاده بکنن و به سود شرکت هم باشه. در مورد سرمایه گذارا هم واقعا نه به خاطر سامانه معاملات، به خاطر حفظ ارزش پولشون این هست که سعی کنن روش‌های غیر مستقیم برای ورود به بازار سرمایه مثل صندوق‌های سرمایه گذاری، مشاوره‌های سرمایه گذاری، سبدگردانی‌ها رو انتخاب بکنن، چون واقعا ورود بدون دانش فنی به بازار سرمایه میتونه مخاطرات خیلی زیادی رو برای سهامدارا و سرمایه گذاران به همراه داشته باشه و این بازار یه بازار کاملا تخصصی و کاملا حرفه‌ای هست و این افراد میتونن با سرمایه گذاری غیر مستقیم هم منافع رو داشته باشن، هم در واقع اون ارزش پولشون رو حفظ بکنن. و واقعا سیاست گذاری های تو این حوزه هم خدا رو شکر داره میره به سمت این که ما توسعه بیشتری تو حوزه بازار سرمایه داشته باشیم. امیدوارم که بتونیم سریعتر این توسعه ها رو انجام بدیم و کمکی باشه برای همه افرادی که وارد بازار سرمایه میشن. خیلی ممنون از توضیحاتتون و خدا قوت به شما. کار سختی رو دارید انجام میدید و نکته مهمش اینه که تو بازار سرمایه هر اتفاقی که میفته انگشت اشاره سمت شماست و اکثر افراد فکر میکنن که شما کار خاصی انجام نمیدید احتمالاً، یا اینکه اونجا داره تصمیماتی گرفته میشه که اون تصمیمات منجر به کاستی های سیستم معاملات شده. خب ساعت 17:27 روز دوشنبه 22 اردیبهشت سال 99 اینجا تهران استودیوی بورسان، من مهدی تهانی به همراه آقای مهندس دهقان گفتگوی ویژه ما رو در مورد یکی از مهمترین بحث‌های این روزهای بازار سرمایه به نام سامانه معاملات شنیدید. خیلی ممنونیم از مدیران اجرایی شرکت بورس فرابورس و همچنین شرکت مدیریت فناوری بورس که با توجه به دغدغه و همچنین جلسات متعددی که دارن تو این جلسات حاضر میشن و به سوالات ما، سوالات شما پاسخ میدن. انشاءالله فرصتی باشه بتونیم در خدمت مدیران سازمان بورس هم باشیم و بتونیم در واقع پاسخ اون دوستان رو هم بشنویم. حتما تو اونجا هم داره کارهای خوبی انجام میشه، توجه مردم به سمت بازار سرمایه زیاد. روزی نیست که یه مقام ارشد اجرایی تو کشور راجع به بازار سرمایه صحبت نکنه، اما متاسفانه زیرساخت تو بازار سرمایه ایران ضعیفه. صف نشینی رو داریم، صف سایپا رو دیدیم 6 میلیارد زده شد بعد از اینکه بیش از 100% مثبت باز شد. این فشار به هسته معاملات میاره، ساعت معاملات تیکه پاره شده، بخشش 12:30 بخشش ساعت نمیدونم یکی شروع میشه، یکی بعد عرض اولیه‌اش یه جور دیگه‌ای داره در واقع برگزار میشه. این زیبنده بازار سرمایه ما با این حضور پرشور مردم نیست. ان شاء الله برای فردا صبح در برنامه شمارش معکوس یک بار دیگر با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.